کنفرانس کمیته سیاست ایران در واشنگتن، معرفی کتاب جدید پروفسور تنتر و افشای بسیج اطلاعاتی رژیم آخوندی علیه اشرف و خروج مجاهدین از لیست. کمیته سیاست ایران یک کنفرانس مطبوعاتی برای معرفی کتاب جدید پروفسور ریموند تنتر با عنوان برچسب تروریستی علیه گروه مخالف ایرانی برگزار کرد. در این کنفرانس که در کلوپ ملی مطبوعات واشنگتن برگزار گردید، همچنین بسیج دیکتاتوری آخوندی برای ارائه اطلاعات گمراه کننده به منظور حفظ لیست‌گذاری مجاهدین و توطئه علیه اشرف افشا شد. پروفسور ریموند تنتر، رئیس کمیته سیاست ایران، جان سانو، نایب رئیس بخش محرمانه و عضو مدیریت اطلاعات مرکزی آمریکا در دولت جورج بوش، سپهبد تام مک اینرنی و بروس مک‌کولم، مدیر پیشین مؤسسه فریدام هاوس، در این کنفرانس سخنانی ایراد کردند. پروفسور ریموند تنتر، عضو شورای امنیت ملی آمریکا در دولت ریگان، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب برچسب تروریستی علیه گروه مخالف ایرانی، در معرفی کتاب خود گفت: به طور خلاصه کتاب به سه بخش تقسیم شده است: سیاست، قانون و واقعیت. در بخش سیاست این واقعیت بازگو می شود که برخلاف سنت رایج در سیاست داخلی آمریکا که جمهوری خواه و دموکرات در مقابل هم هستند، در مورد لزوم خروج مجاهدین از لیست یک توافق نظر دو حزبی وجود دارد، به طوری که در هنگام شهادت دادن خانم کلینتون در مقابل کمیته خارجی کنگره، وقتی یکی از نمایندگان اشاره کرد که سفیر جان بولتون، معاون وزیر در دولت جمهوری خواه بوش، با هواردین، رئیس سابق حزب دموکرات، در مورد خارج کردن مجاهدین از لیست هم نظر هستند، وزیر خارجه دچار شگفتی شد. در سیاست بین المللی نیز همه شاهدند که سیاست مماشات شکست خورده است. دولت اوباما تمام سعی خودش را در استمالت و نزدیکی به رژیم ایران کرد، ولی باز هم ثابت شد که این سیاست کارساز نیست. Appeasement has failed. The Obama administration, quite rightly I believe, tried to appease, to engage the Iranian regime, and that didn't work on the law. Regarding due process, there's simply no precedent, the court said, for critical reliance on classified intelligence in a terrorist case. در بخش حقوقی کتاب این حقایق ارائه شده است که دادگاه استیناف واشنگتن اعتبار مدارک محرمانه در پرونده مجاهدین را به زیر سوال برده و میگوید در تصمیم گیری وزیر خارجه سابق کاندولیزا رایس، مجاهدین خلق از روند دادرسی قانونی محروم شدند. بنابراین دادگاه پرونده را به وزارت خارجه ارجاع داد تا موضوع را بازبینی کند. اکنون بیش از 400 روز گذشته و این تأخیر غیر قابل قبول است. Regarding due process, there's simply no precedent, the court said, for critical reliance on classified intelligence in a terrorist case. And therefore, the PMOI, the People's Mujahideen of Iran, was denied due process in the redesignation of the PMOI in January by Secretary of State Rice.